کنار پایتخت با خونه های سر به فلک کشیده زندگی کنی و مناطق ییلاقی کمتر از یک ساعت باد فاصله داشته باشه، دیدن خونه ها و ویلاهایی که هر روز توی این مناطق خوش آب و هوا سر از خاک بیرون میارن و توی حریم رودخونه یا زمین های منابع طبیعی رشد میکنن خیلی برات دور از ذهن نیست. یکی از این جاهای خوش آب و هوا منطقه کنسولغونه که این روزها ویلاها قد به قد درخت ها در اون رشد کردن و بالا رفتن، تا اینکه بامداد امروز با اداره راه و شهرسازی استان تهران و شهرداری و نیروهای نظامی همراه شدیم تا ریشه‌کنی ویلاهایی که تیشه به ریشه طبیعت زدن و به تصویر بکشیم. ساعت الان 6 و نیم صبح و ما به ورودی روستای رندان رسیدیم. امروز ما طرح ضربتی برخورد با زمینخواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی دولتی در واقع در این منطقه غرب تهران در منطقه کنسولغون در روستای رندان شروع شده در راستای اجرای حکم مقام محترم قضایی در استان تهران و هماهنگی با شورای حفظ بیت المال و دادسرای ویژه مبارزه با زمینخواری. 18 تا حکم ما داشتیم برای اجرا. املاکی که پشت سر ما هستن در این اراضی ملی ساخته شده، غیر قانونی و غیر مجاز ساخته شدن که با احکام قضایی انشالله امروز مورد تخریب قرار بگیرن. در این طرح 20 هکتار از اراضی دولتی به ارزش 50 میلیارد تومان آزادسازی شد. نکته قابل توجه این که این ویلاهای لوکس فقط برای پر کردن ایام فراغت صاحبان اونا استفاده میشه. این قسمت از گزارش هم قابل توجه اون دسته از افرادی که برای سودجویی اقدام به خرید و ساخت ویلا در اراضی دولتی میکنه. این طرح رو از منطقه کنسولغون ادامه خواهیم داد در اطراف در واقع امامزاده داوود، میریم به سمت لواسون، بخش رودبار قصران، شهرستان دماوند، شهرستان فیروزکوه، شهریار و ان شاءالله در کل استان تهران. این اراده و عزم جدی هست که با بحث زمینخواری و ساخت و سازهای غیر مجاز، ویلا سازیهایی که به شکل غیر مجاز اراضی دولتی رو تصرف کردن.